سلام میکنم به همه دوستای خوبم خوش اومدید به این جلسه از کلاس درس که میخوایم با همدیگه با مفهوم سرعت لحظه ای آشنا بشیم خب یک مروری بکنیم چی دیدیم در ویدیو قبل در مورد سرعت متوسط من دیدم که اگر یک جسمی داشته باشم که معادله مسیرش این نمودار سبز رنگ باشه و از نقطه یک مثلا بره به نقطه دو روی این مسیر و بردار مکانش در نقطه یک آر یک باشه با مختصات x1 و, و بردار مکانش در نقطه دو آر دو باشه با مختصات x2 و y2 در این صورت من میام و سرعت متوسط جابجایی این جسمم رو از نقطه 1 به نقطه دو به این شکل تعریف میکنم که میگم برابر هست با دلتا آر تقسیم بر دلتا تی یعنی میزان بردار جابجایی تقسیم بر زمانی که طول کشیده این جابجایی صورت بگیره و میدونم که دلتا آر یعنی این بردار جابجایی از نقطه یک به نقطه دو مساوی هست با آر 2 منهای آر 1 یعنی بردار آر دو منهای بردار آر 1 که این مساوی بود با دلتا ایکس در راستای آی و علاوه دلتا وای در راستای جی دلتا ایکس هم یادتون هست دیگه بود ایکس 2 منهای ایکس یک و دلتا وای هم بود وای دوی منهای وای یک اینها رو همه رو در ویدیو قبل به طور کامل با هم بررسی کردیم خب بنابراین من میتونستم اینو بنویسم که برابر هست با دلتا ایکس تقسیم بر دلتا تی در راستای آی به علاوه دلتا وای تقسیم بر دلتا تی در راستای محور وای ها یا بردار جی و این مساوی میشد با سرعت متوسط جابجایی من از نقطه یک به نقطه دو خب حالا فرض بکنید من بیام و به جای این نقطه دو یک نقطه مثلا اینجا در نظر بگیرم خب و اسمش رو بذارم مثلا نقطه 3 و بیام مختصاتش رو مشخص بکنم پس این میشه نقطه 3 و مختصاتش مثلا فرض کنید که ایکسش باشه x3 و وایش هم باشه وای 3 حالا اگر من بیام و سرعت متوسط رو از نقطه یک به نقطه ی سه حساب بکنم معادلش چی میشه؟ خب شما من مطمئنم میدونید دیگه میگید سرعت متوسط از نقطه یک به نقطه ی سه با این علامت مساوی میشه با دلتا ایکس از نقطه یک به سه یعنی دلتا ایکس سه یک تقسیم بر دلتا تی در راستای محور ایکس ها به علاوه دلتا وای سه یک تقسیم بر دلتا تی در راستای محور جی ها که دلتا وای سه یک هم منفی هست چون وای کم شده ولی دلتا ایکس سه یک مثبت هست چون ایکس زیاد شده بنابراین من جهت سرعتم در راستای این برداری خواهد بود که یک رو به سه وصل بس میکنه پس بذارید من اون بردار رو هم حتی رسم میکنم این میشه جابجایی از نقطه یک تا سه و این میشه سرعت متوسط از نقطه یک تا سه که من میتونم به صورت خلاصه به شکل مساوی با دلتا آر سه یک تقسیم بر دلتا تی بنویسم و این بردار بردار دلتا آر سه یک خواهد بود خب کاری که من الان اینجا کردم چی بود؟ من اومدم و گفتم به جایی که مسیر طولانی یک تا دو رو در نظر بگیری و دلتا تیش رو حساب بکنی که چقدر طول کشیده که این مسیر طی بشه بیا یکم دلتا تی رو کوچیک‌تر کن و ببین از یک تا سه چقدر طول کشیده و سرعت متوسط رو در اون بازه حساب بکن. خب من میتونم این کار رو ادامه بدم و بگم که اصلا بیا باز هم کوچیک‌تر کن این دلتا تی رو و بیا تر شو به نقطه یک مثلا سرعت متوسط رو از یک تا این نقطه حساب کن. بعد میتونم باز هم این کار رو ادامه بدم و بگم بیا سرعت متوسط رو از یک تا اصلا این نقطه حساب بکن. و اگر من این کار رو به اندازه کافی ادامه بدم و بیام بگم سرعت متوسط رو در یک نقطه بسیار بسیار نزدیک یک یعنی در یک دلتا تی بسیار بسیار کوچیک حساب بکن یعنی بیا و حد دلتا تی به سمت صفر دلتا آر به دلتا تی رو حساب بکن در این نقطه یک یعنی بیا یک بازی بسیار بسیار کوچیک بعد از نقطه یک رو در نظر بگیر و سرعت و متوسط رو در اون فاصله حساب بکن من به این پدیده میگم سرعت لحظه ای و با علامت V بدون این علامت بار این بالا یا خط صاف این بالا نشون میدم پس بهش میگم سرعت لحظه ای چرا؟ چون وقتی که من این دلتا تی رو خیلی خیلی کوچیک بکنم و به یک نزدیک بکنم سرعت متوسط از نقطه یک تا یک نقطه بسیار بسیار, بسیار کوچیک بعد از نقطه یک با سرعت من در لحظه یک برابر خواهد بود یعنی خیلی خیلی نزدیک خواهد بود به سرعت من در لحظه یک که من اینو اگر طبق این معادله بنویسم این مساوی میشه با حد دلتا تی به سمت صفر دلتا x به دلتا تی در راستای محور x ها به علاوه حد دلتا تی به سمت صفر دلتا وای به دلتا تی در راستای محور y که طبق همون چیزی که من جلسه, گفت جلسه قبل گفتم میتونید دقیقا ببینید که این تجزیه سرعت به دو معلفه مستقل x و وای هست یعنی من اگر اطلاعات حرکت یا سرعت در جهت محور x ها و در جهت محور وای ها رو جداگانه داشته باشم میتونم سرعت رو در هر لحظه حساب بکنم خب من به این پدیده یعنی حد دلتا تی به سمت صفر دلتا ایکس به دلتا تی میگم سرعت لحظه ای در راستای محور ایکس ها و به این پدیده در حقیقت این کل این پدیده هست چون من بردار تعریفش کردم میگم سرعت لحظه ای در راستای محور وای ها و نتیجه میگیرم که سرعت لحظه ای من یعنی V لحظه ای برابر هست با V X یعنی اندازه این بردار در راستای محور وای ها و علاوه V Y یعنی اندازه این بردار در راستای محور J ها بذارید من این معادله نهایی رو خیلی مشخص تر بکنم چون معادله مهمی هست که در این جلسه به دست آوردیم این سرعت لحظه ای روی شکل خیلی خیلی مفهوم قشنگی داره ببینید من وقتی که از نقطه دو اومدم به نقطه سه شیب خطم به این شکل تغییر کرد یعنی از اینجا اومدم اینجا و اگر از این نقطه یک به نقطه چار یک خط رسم کنم باز هم شیبم میان یه مقدار به سمت بالاتر و همینطور اگر این دلتا رو کوچک و کوچکتر کنم و یک خط رسم کنم از یک به اون نقطه شیبم به سمت شیب خط مماس بر نقطه یک روی این معادله مسیر نزدیک و نزدیکتر میشه و بنابراین سرعت لحظه ای جهتش دقیقا برابر هست با جهت شیب جهت خط مماس بر معادله مسیر پس این میشه جهت سرعت لحظه ای من من بنویسم که خیلی این پدیده مهمی است پس جهت سرعت لحظه ای جهت خط مماس بر تابع من در اون نقطه خاص هست و در نهایت چیزی که از این معادله ما باید بدونیم علاوه بر این که خب من دیدم که من تونستم سرعت رو تجزیه بکنم به دو سرعت کاملا مجزا در راستای محور ایکس ها و در راستای محور وای ها این هست که حد دلتا تی به سمت صفر دلتا ایکس به دلتا تی طبق همون چیزی که در حرکت یک بودی هم به دست، ما به دست آوردیم برابر هست با مشتق جابجایی در راستای ایکس به نسبت زمان پس این حد در مجموع برابر هست با دی ایکس به دی تی و این حد در مجموع برابر هست با دی وای به دی تی و بنابراین سرعت من در نهایت برابر میشه با بنابراین من میتونم بردار سرعت رو اینجا بنویسم برابر هست با دی ایکس به دی تی در راستای ایکس ها به علاوه دی وای به دی تی در راستای وای ها یا بردار یکیه J که این دقیقا داره به من معادله سرعت رو در هر لحظه میده این عبارت DX به DT همین VX هست که من اینجا دارم و این عبارت DY به DT عبارت برابر با VY هست که من اینجا دارم بنابراین اگر به شما یک معادله حرکت بدن و بگن که سرعت رو در راستای X و Y حساب بکنید کافیه که از معادله حرکت در راستای x مشتق بگیرید و سرعت رو در راستای x حساب بکنید و از معادله حرکت در راستای y هم مشتق بگیرید و سرعت رو در راستای y حساب بکنید خب فکر میکنم برای این ویدیو کافی هست در ویدیو بعد با یک مثال از این مبحث این مبحث رو با هم بیشتر تمرین میکنیم فعلا خدا ف...